سلام، با مجموعه خبری امشب همراه ما باشید. من ناصر مدنی هستم. آوا آذری هستم. ابتدا سر خط خبرها. در آستانه چهارمین روز مذاکرات کارشناسی ایران و پنج به علاوه یک، عراقچی پیشرفت مذاکرات را اندک دانست. وعده علی یونسی برای واگذاری پست‌های کلیدی به اقلیت‌های قومی و مذهبی. آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران در وضعیت هشدار. مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک از روز پنجشنبه 28 آذر ماه آغاز شده، امروز نیز ادامه دارد. روز چهارم مذاکرات در حالی آغاز شده که صبح امروز عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، گفته پیشرفت این مذاکرات کارشناسی در ژنو اندک است. خبرگزاری رویترز این دور از مذاکرات کارشناسی را در خصوص چگونگی نقل و انتقال دارایی‌های ایران پس از تقلیل برخی از تحریم‌ها و همچنین پایبندی ایران به این توافقنامه اعلام کرده. طبق این گزارش، یکی دیگر از مسائل مورد بحث نحوه و زمان آزادسازی میلیاردها دلار درآمد نفتی ایران است که در حساب‌های خارج از کشور مسدود شده. عباس عراقچی در حالی از پیشرفت اندک مذاکرات در روز شنبه خبر داده که روز پنجشنبه یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفته بود در مذاکرات کارشناسی وین پیشرفت‌هایی صورت گرفته و امکان پیشروی سریع نیز وجود دارد. بر اساس توافق ایران و گروه پنج به علاوه یک سوم آذر ماه در ژنو حاصل شد، قرار است ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را در یک دوره 6 ماهه گسترش ندهد و در مقابل قدرت‌های جهانی تحریم جدیدی علیه این کشور وضع نکنند. آقای عراقچی که شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، بار دیگر از توافقنامه به عنوان دستاورد مهم برای ایران نام برد. اصل غنی‌سازی که ما همیشه دنبال بودیم، غنی‌سازی 3.5% هست. بر طبق این توافق غنی‌سازی ما ادامه پیدا می‌کنه. بنابراین دستاورد ما اینجا این هستش که ما غنی‌سازی رو از اینها گرفتیم. در مورد اینکه محدودش چی باشه من توضیح خواهم داد، ولی اول این رو تاکید بکنم که این چرا این دستاورد هست. ببینید آقای دکتر احمدی، ما ملت بزرگ ایران 10 سال مقاومت کرده در موضوع هسته‌ای، 10 سال تهدیدات مختلف رو ایستادگی کرده در مقابلش، تحریم‌های مختلف اقتصادی، شدیدترین تحریم‌ها رو برقرار کردن، ما ایستادیم، مقاومت کردیم، فشارهای سیاسی، رسانه‌ای، تبلیغاتی، همه اینها در 10 سال گذشته بوده. سر چی؟ سر اینکه 6 کشور بزرگ دنیا، قدرتمند دنیا ظاهراً میگفتن که ایران نباید غنی‌سازی داشته باشه و ما، ملت ما میگفته که ما میخوایم غنی‌سازی داشته باشیم. خود غنی‌سازی یک موضوعی بوده برای یک نبرد اراده‌ها بین ایران و 6 کشور بزرگ دنیا. اونها میگفتن نکن، ما میگفتیم ما حقمون هست، میخوایم. حالا واقعاً با این یک از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از ظهر امروز در گفتگوی تلفنی برای از سرگیری مذاکرات کارشناسی اتمی میان ایران و گروه پنج به علاوه یک پس از تعطیلات سال نو میلادی به توافق رسیدند. به گزارش منابع خبری ایران، ظریف و اشتون در گفتگوی خود آخرین وضعیت و نتایج مذاکرات کارشناسی ایران و گروه پنج به علاوه یک را به بحث گذاشتند. آنها همچنین بر ضرورت ادامه رایزنی ها تاکید کردند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان گروه 5+1 را تشکیل می‌دهند. تا کنون 2 دوره مذاکرات کارشناسی میان ایران و گروه‌های 5+1 پس از توافق هسته‌ای ماه گذشته میان وزرای امور خارجه دو طرف برگزار شده. هفته گذشته دور نخست مذاکرات کارشناسی در وین صورت گرفته بود و دور جدید هم در ژنو برگزار شده است. ظریف پیش از گفتگوی تلفنی با خانم اشتون در کنفرانس خبری با اما بونینو وزیر امور خارجه ایتالیا در تهران از دشواری‌ها و کندی روند مذاکرات کارشناسی در ژنو گفته بود. چند مذاکرات راحتی نیست. باید ریزکاری‌ها مورد توافق قرار بگیره. روند با کندی به سوی جلو پیش میره. ما امیدواریم که با همان اصولی که بهش اشاره کردم، یعنی تعهد به اون چه که مورد توافق قرار گرفته توسط دو طرف، حسن نیت و مهمتر از همه توجه به تصویر کلان که یک تصمیم سیاسی از سوی مسئولین سیاسی ایران و 5+1 هست، کار رو به پیش ببرند و مانع از ورود به موضوعاتی بشن که میتونه مسئله ساز باشه و کار رو با دشواری مواجه کنه. اخبار کارگری امروز. حبیب الله محقق، دبیر خانه کارگر سمنان:
150 کارگر کاشی سمن پس از 8 ماه عدم دریافت حقوق بیکار شدند. غلامرضا محمدی دبیر خانه کارگر طبس. کارگران پیمانی شرکت درخشان کبیر یزد خواستار حذف پیمانکار هستند. رضا رخشان فعال کارگری. کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه برای دومین روز متوالی با تجمع در مقابل ساختمان اداری کارخانه پیگیر مطالبات معوقه خود شدند. 600 کارگر پلی اکریل اصفهان برای دومین روز متوالی در محوطه کارخانه تجمع کردند. علی یونسی نماینده رئیس جمهور ایران در امور اقوام، اقلیت‌های دینی و مذهبی از واگذاری پست‌های کلیدی به اقلیت‌های قومی و مذهبی در آینده نزدیک خبر داد. آقای یونسی این سخنان را در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا و در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان مطرح کرده. او همچنین گفته این امر با توجه به انتظار و درخواست بزرگان و معتمدان بلوچ و اهل سنت سیستان و بلوچستان از دولت صورت می‌گیرد. نماینده رئیس جمهوری ایران در امور اقوام همچنین از شناسایی افراد نخبه اقلیت‌های قومی و مذهبی برای واگذاری مسئولیت‌های کلان به آنها خبر داده. موضوع حقوق اقلیت‌های دینی و قومی در ایران یکی از انتقادهای سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و کشورهای اروپایی و آمریکایی در قبال ایران است و جمهوری اسلامی بارها متهم شده که در زمینه استخدام و رعایت حقوق اقلیت‌های مختلف تبعیض قائل می‌شود. در همین راستا مجلس سنای آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به خاطر ادامه بازداشت بهائیان محکوم کرد. سنای ایالات متحده آمریکا با انتشار قطعنامه ای از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا زندانیان بهایی از جمله 7 رهبر و 12 معلم بهایی را هر چه سریعتر از زندان آزاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این قطعنامه همچنین ادامه نقض میثاق‌های بین المللی حقوق بشر توسط دولت ایران نیز محکوم شده است. قطعنامه مذکور از سوی سناتور مارک کرک که از منتقدان شدید حکومت ایران و از سناتورهای فعال برای اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی است تهیه و در سنا به تصویب رسید. در حالی که قانونگذاران آمریکا در هفته‌های اخیر در خصوص تصویب یا عدم تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران در حال بحث و مناقشه بودند، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه قطعنامه محکوم کردن ایران به خاطر نقض حقوق بهائیان در سنا از حمایت هواداران رویکرد دیپلماسی با ایران نیز برخوردار بود و بدون هیچ مناقشه‌ای به تصویب رسید. در حال حاضر حدود 300 هزار بهائی در ایران زندگی می کنند و تخمین زده می شود که بیش از 5 میلیون نفر از پیروان این آیین در جهان پراکنده باشند. فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیزفهم رهبران سابق جامعه بهایی ها هستند که بیشتر از 5 سال است که به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شدند. در گفتگویی با خانم پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهائیان، از ایشان پرسیدیم در حال حاضر چه تعداد از شهروندان بهائی و با چه اتهامی در زندان به سر می‌برند. تا به امروز ما می‌دونیم که حدود 116 بهائی در زندان‌ها هستند. البته تعداد اشخاصی که دستگیر شدن و آزاد شدن، اگه بخوایم برگردیم از سال 2004 بهش نگاه بکنیم، حدود 700 نفر هستن که بهائیان دستگیر شدن، حالا یا منتظر دادگاهشون هستن یا آزاد شدن. تعداد بهائیانی که در حال بعد به مراجعه بکنن به مراکز دولتی تعدادشون خیلی بیشتر هست، ولی 116 نفر در زندان هستن. جرم های اینها یک جرم های کاملا علکی و هیچ در این دادگاه ها عدالتی به اون صورت نبوده که بتونن چیزی رو ثابت بکنن. یه جرم های نامفهوم و یه از یه کلمات کلی و یه کلماتی استفاده میشه مثل اقدام علیه امنیت ملی که اصلا یعنی معنی این معنی نداره، یعنی چه اقدامی کردن و
اصولا اونطوری توضیح داده نمیشه. برای همین برای جامعه بین المللی یه ذره نامفهوم هست و این در حقیقت میدونن که در این دادگاه ها به وضع اونها اونطوری که باید از طرف حقوقی توجه بشه نشده. با توجه به وعده های حسن روحانی و تنظیم منشور حقوق شهروندی، از خانم ثابتی همچنین پرسیدیم آیا تاکنون اقدام عملی از سوی دولت آقای روحانی به منظور بهبود شرایط بهائیان صورت گرفته است؟ خب طبق منشوری که آقای روحانی دادن، باز هم این امیدواری میره که لاقل در مورد این مسئله دارن یه تفکر بیشتری میکنن. این از یه نظر، ولی از نظر دیگه عملا اگر بخواییم ببینیم وضعیت باهایان بهتر نشده که بدتر هم شده. اونها راجع به اقلیت ها صحبت میکنن، حق و حقوق اقلیت‌ها صحبت میکنن. این مسئله باید مشخص بشه. اگر اقلیت های مذهبی رو صحبت بارها و بارها مامورین دولت اشاره کردن که یعنی منظورشون اون اقلیت‌هایی هستش که در قانون اساسی ایران ذکر شده. خب یا در قانون اساسی ایران ذکر نشده، پس تکلیف اونها چی هست؟ برای همین اینجا یک علامت سوال هست. در حقیقت یک صحبت کلی بشه که ببینن که منظورشون از اقلیت‌ها چی هست. ولی نه، تا به امروز متاسفانه وضعیت بهائیان ایران بهتر نشده که بدتر هم شده. آقای رضوانی رو در بندرعباس البته میدونید این خبر چند ماه پیش بود به قتل رسوندن. هنوز منتظر هستیم که ببینیم دولت ایران چه اقدامی کرده برای دستگیری مجرمین. تا حالا که ما هیچ نشدیم. تعدادی از زندانیان آزاد شدن ولی رهبران بهائی کماکان در زندان هستند. صحبت‌های خانم پدیده ثابتی را شنیدیم در رابطه با شرایط شهروندان بهائی در ایران. واکنش‌ها به دیدار اعضای هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی همچنان ادامه دارد. صبح امروز علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در پاسخ به اعتراض برخی نمایندگان به این دیدار، ضمن غیر دیپلماتیک خواندن این دیدار، آن را برای آینده منافع ایران مفید دانست. چند روز پیش هیئت پارلمانی اروپا در جریان سفرشان به ایران در جلسه ای در سفارت یونان جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را به نسرین ستوده وکیل دادگستری و جعفر پناهی کارگردان ایرانی تحویل دادند. اعطای این جایزه به این دو نفر که در پی انتخابات ریاست جمهوری 1388 بازداشت، محکوم، زندانی و ممنوع الکار شدند، با واکنش‌های گسترده چهره‌های محافظه‌کار و همچنین مراجع رسمی ایران روبرو شد. اکنون برخی نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی وزرای اطلاعات، کشور و امور خارجه درباره دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی شدند. این که شرط گذاشتن مطلقاً چنین چیزی نیست، هیچ شرطی هم نذاشتن، کاری هم بکردن کار سبک و بدی بود. کسی میاد یه جایی برای دیدن یه جایی، باید برنامه‌شو بده، یه پنهانی برن یه جایی ملاقات کنن، کار سخیفیه، مخصوصا برای اروپایی‌ها خیلی سخیفه. عقل و حکم میگه که احترام رفتار دیپلماتیک خودشون رعایت بکنن. خب این کار نکردن، کار سخیفی انجام دادن. به طور طبیعی اومدن با مسئولین ایرانی هم ملاقات داشتن، کسی علاقه ای نداشته برای ملاقات. شما در اعتراض به این کوشش بکنید که موضوع رو درست توجه بکنید، نه اینکه مسئولین کشور رو تخفیف بدید. شما به اندازه ای که این ارزش داره بهش توجه کنید. کار بی ارزشی کردن. ما تو دام اونا که نبود بیفتیم که اونا میخواد سرصدا کنن، پس ما هم هیزومشو زیاد کنیم. از سوی دیگر اعتراضات امروز نمایندگان در صحن علنی مجلس، کاظم جلالی رئیس کمیته روابط پارلمان اروپا در مجلس شورای اسلامی را نیز به واکنش واداشت. آقای جلالی در صحبت‌هایی تاکید کرده که مجلس با این دیدار مخالف بوده و آن را خلاف عرف دیپلماتیک می‌دانسته. اما این دیدار با موافقت محمد جواد لاریجانی، مشاور بین الملل رئیس قوه قضاییه صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جلالی گفته در تماسی که با آقای لاریجانی داشتم، او به من گفت که این افراد محاکمه شده و مدت مجازاتشان را کشیدند. پس چیزی برای مخفی کردن وجود ندارد.
گفتیم ما به عنوان مجلس با هر گونه ملاقاتی با غیر مسئولین جمهوری اسلامی ایران مخالفیم. دلیلش هم اینه که اینا حرفای اپوزیسیون رو زیاد شنیدن. یه بارم وقت بذارن حرفای خود ما رو بشنون. هر روز تو پارلمان اروپا اپوزیسیون و ضد انقلاب هستن. نیازی نیست با اونا صحبت بکنن. این که رفتن سفارت یونان، چون سفارت یونان الان رئیس دوره‌ای پارلمان اروپاست، همه سفرای اروپایی رو دعوت می‌کنن، روز اول میشینن برنامه‌شون رو با هم هماهنگ می‌کنن، اینا رو هم دعوت کردن، رفتن حضور پیدا کردن. این عمل خلاف عرف دیپلماتیک است. مجلس شورای اسلامی همه اقداماتش رو انجام داد و اون چیزی که ما میتوانستیم شبهات رو وارد بکنیم و پاسخ بگیریم، فکر می‌کنم جای کوتاهی رو نداشت. در همین حال وزارت امور خارجه ایران نیز روز گذشته به دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا در محل سفارت یونان در ایران اعتراض کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه ایران در اعتراض به این اقدام، کاردار سفارت یونان به وزارت امور خارجه فراخوانده شد. وزارت امور خارجه ایران در این حال اعلام کرده سفر هیئت پارلمانی اروپا به تهران ارتباطی با آن وزارتخانه نداشته و این مجلس شورای اسلامی است که در این باره تصمیم گرفته است. سری میزنیم به آن سوی میله‌های زندان. حسین گورجی، روحانی اهل سنت در مهاباد، به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار و مورد تهدید قرار گرفت. 9 تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین به دستور دادستان از شرکت در امتحانات دانشگاه پیام نور منع شدند. انور قریشی، شهروند کرد اهل دیواندره، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نیروهای پلیس ترکیه امروز برای متفرق کردن صدها تظاهرکننده معترض در شهر استانبول اقدام به شلیک گاز اشک‌آور و استفاده از آب پرفشار کردند. به گزارش خبرگزاری دوگان، تظاهرکنندگان خواستار استعفای دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شدند. این تظاهرات با تحقیقات قضایی گسترده در فساد مالی ترکیه همزمان شده که به دستگیری دستکم 24 تن از شخصیت‌ها و بازرگانان نزدیک به دولت از جمله فرزندان دو وزیر انجام میده. همچنین حدود 70 تن از مقام‌های دولتی و نظامی از مقام خود برکنار شدند که رئیس پلیس استانبول از جمله آنهاست. امروز نیز خبرگزاری ترکیه از برکناری 25 فرمانده دیگر پلیس به اتهام دریافت رشوه و برکناری شهردار تفلیس خبر داده. اردوغان تحقیقات کنونی را اقدامی کثیف با هدف تضعیف دولت خود توصیف کرده است. همسال مراسم اربعین حسینی در عراق شاهد پیاده‌روی صدها هزار تن از شیعیان به سمت کربلا از شهرهای مختلف و همچنین تجمع میلیونی در این شهر برای عزاداری است. امسال بیش از 350 هزار تن از ظاهران از ایران برای شرکت در این مراسم مذهبی به کربلا رفتند. مراسم سوگواری امسال با شدت یافتن خشونت‌های مذهبی در عراق همزمان شده. تنها دو روز پیش از اربعین، یعنی دیروز، سه حمله انتحاری تجمعی از فرماندهان بلندپایه ارتش عراق را در شهر دیالی هدف قرار داد. دست کم 18 نفر از افسران بلندپایه این کشور در این حملات کشته شدند. در این میان تأمین امنیت صدها هزار تن از عزاداران نیازمند تدابیر ویژه امنیتی است. درباره وضعیت عراق و شهر کربلا در این روزها و تدابیری که دولت برای تأمین امنیت عزاداران اتخاذ کرده، با آزاد محمد خبرنگار مقیم اربیل گفتگو کردیم. امروز مقامات عراقی در وزارت داخلی این کشور اعلام کردند که بیشتر از 1,300,000 زوار برای شرکت در مراسم مذهبی وارد عراق شدند و خیلی از مسیرها رو اونطوری که از صبح رسانه‌های محلی مستقیم پخش می‌کنند، مردم با پای پیاده میخوان مناسک مذهبی خودشون رو انجام بدن. برای اینکه امنیت این مردم و همینطور زواری که به عراق اومدند حفظ بشه، دولت مالکی فرمان آماده باش داده به کلیه نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین از بعضی از استانهای غیر شیعه نشین
نیروهای نظامی و انتظامی برای امنیت زوار و مردمی که با پای پیاده مسیرهای طولانی رو طی می‌کنند تأمین شده. تا به حال گزارشی مبنی بر اینکه گروهی تروریستی که بخواد برای مردم مشکلی ایجاد بکنه داده نشده و همچنین امروز هم دوباره خود آقای مالکی نخست وزیر عراق تأکید کردند که باید به تندترین شیوه با گروه تروریستی داعش که از گروه های تروریستی القاعده هستند برخورد بشه و بتونن اونها رو کنترل بکنن که به هیچ وجه به طرف شهرهای شیعه نشین نزدیک نشند. و همچنین قابل ذکر است که این مقامات امنیتی عراق هستند که از چند روز پیش خودشون به مناطق و شهرها و راه‌هایی که برای زوار خیلی مهم هست رفتن تا خودشون از نزدیک احاطه کامل داشته باشند بر وضعیت امنیتی منطقه. گزارش آزاد محمد را شنیدیم در رابطه با تدابیر دولت عراق در روز پیش از مراسم مذهبی اربعین در شهر کربلا. مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برونمرزی سپاه پاسداران ایران را قدرتمندترین شخصیت عراق توصیف کرد. صدر با بیان اینکه سلیمانی نسبت به ارزش‌های خود، نظام ایران و مذهب خود وفادار است، در عین حال او را فردی متفاوت با ایرانیان در بعضی از مسائل ریشه‌ای توصیف کرد. رهبر جریان صدر عراق همچنین خاطرنشان کرد که سلیمانی تلاش می‌کند تا جایی که ممکن است روابط خوبی با همه برقرار کند. او به تلاش‌های فرمانده سپاه قدس ایران برای باز کردن درهای گفتگو با همه کشورهای عربی اشاره کرد و گفت با این وجود او هنوز گوش شنوایی نیافته است. صدر افزود که سلیمانی تلاش کرد به برخی کشورهای خلیجی برود تا با رهبران آنها دیدار کند، اما تاکنون به درخواستش در این زمینه پاسخی داده نشده است. او ادامه داد که فرمانده سپاه قدس اکنون در تلاش است برای گفتگو به کشورهای اتحادیه اروپا برود. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا از آمریکا خواست برای برقراری روابطی متمدنانه با کشورش گام بردارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاسترو که در جلسه مشترک با نمایندگان پارلمان کوبا به مناسبت پایان سال میلادی سخن می‌گفت، بر امکان انجام مذاکرات دو جانبه با آمریکا بر سر نظام سیاسی و اقتصادی کوبا تاکید کرد. این سخنان کاسترو در حالی ایراد شده که روابط آمریکا و کوبا در ماه‌های اخیر شاهد نوعی از نزدیکی بود. دو طرف اخیراً مذاکراتی دو جانبه بر سر مسائلی همچون مهاجرت، خدمات پستی، بلایای طبیعی و مسائل امنیتی داشتند. راول کاسترو در سخنان خود تاکید کرد که برقراری روابط متمدنانه میان دو طرف چیزی است که مردم کوبا و اکثریت شهروندان آمریکا خواهان آن هستند. این اظهارات رئیس جمهوری کوبا کمتر از دو هفته پس از دست دادن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با راول کاسترو در مراسم بزرگداشت نلسون ماندلا رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی مطرح شده. البته کاخ سفید این اقدام اوباما را غیر برنامه ریزی شده و بدون هدف سیاسی دانسته است. کوبا و آمریکا از حدود 53 سال پیش و با انقلاب چپهای نزدیک به شوروی در کوبا با یکدیگر روابط خصمانه ای دارند. شاخه القاعده در جزیرة العرب حمله حدود سه هفته پیش به بیمارستان وزارت دفاع یمن در صنعا پایتخت این کشور را اقدامی اشتباه توصیف کرد و از بازماندگان این حادثه پوزش خواست. در این حمله که حدود 20 روز پیش روی داده است، دست کم 56 نفر که اکثر آنها از پزشکان، پرستاران و بیماران هستند کشته شدند. تصاویر منتشر شده از این حمله که توسط دوربین‌های مداربسته ثبت شده خشم بسیاری از مردم را برانگیخته است. قاسم الریمی فرمانده نظامی شاخه القاعده در جزیرة العرب در پیامی ویدیویی هدف اصلی عملیات را وزارت دفاع و مرکز کنترل هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی واقع در این وزارتخانه عنوان کرده. الریمی عامل حمله به بیمارستان را یکی از نیروهای القاعده معرفی کرد که به گفته او از فرمانهای صادره از بالادستی‌هایش سرپیچی کرد.
کرده است. این ادعا در حالی است که تصاویر منتشر شده حمله گروهی از نیروهای القاعده را به بیمارستان نشان می‌دهد. فرمانده شاخه القاعده در جزیره العرب از حمله صورت گرفته به بیمارستان پوزش خواست. نعترف بالخطا والذنب نقدم ما در اینجا به خطا و گناه اعتراف می‌کنیم. از بازماندگان قربانیان پوزش می‌خواهیم و به آنها تسلیت می‌گوییم. ما قصد قربانیان شما را نکرده بودیم و چنین رفتاری نسبیتی با دین و اخلاق ما ندارد. مسئولیت آنچه که در بیمارستان روی داده را به طور تمام و کمال می‌پذیریم و اعلام می‌کنیم که آماده پرداخت دیه و هزینه درمان هست. حالا نوبت میرسد به یک جمله یک خبر. هاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه: دشمن در صدد ایجاد فاصله میان مردم و روحانیت است. مصطفی عباسی مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان: ترویج اندیشه های مادی گرایانه و مصرف گرا در هیئت های مذهبی نوعی سکولار شدن است. با آغاز زمستان و فصل سرما، آلودگی هوای شهر تهران بار دیگر در وضعیت هشدار قرار گرفت. گزارش حاکی است که بامداد امروز و با آغاز نخستین روز زمستان 92، شاخص کیفیت هوا در شهرهای تهران، مشهد و برخی شهرهای دیگر ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته. به نوشته سایت خبر آنلاین، هوای تهران که از صبح روز شنبه آلوده گزارش شده، بامداد امروز به مرز هشدار رسید. بنابر این گزارش، در حالی که عدد 150 برای میانگین آلودگی هوا، عدد شاخص هشدار و هوای ناسالم برای همه گروه هاست، این عدد روز یکشنبه برای شهر ری به 164 رسید. این گزارش در ادامه می‌افزاید که طبق آمار هیچ کدام از مناطق تهران هوای سالمی ندارند و در واقع هوا در تمام مناطق دیگر تهران هم ناسالم برای گروه‌های در معرض خطر است. گزارش حاکی است که در پی ناپایداری جوی و سرد شدن هوا در روزهای پایانی پاییز، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی افزایش یافته و ابتدا ارومیه و چند شهر آذربایجان غربی با آلودگی دست و پنجه نرم کردند و از صبح شنبه آلودگی هوا به شهرهای مرکزی ایران از جمله قم، عراق و تهران رسید. از سوی دیگر، هوای شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان نیز برای دومین روز متوالی در وضعیت هشدار قرار دارد. هوشنگ ناظری، فرماندار زابل، در گفتگویی با خبرنگار ایرنا ضمن اعلام این هشدار گفته غلظت گرد و غبار در این شهرستان دو برابر حد مجاز می باشد. فرماندار زابل همچنین از تعطیلی مدارس ابتدایی این شهر با توجه به افزایش غلظت گرد و غبار و سرمای شدید خبر داده است. وزش طوفان شن و غلظت گرد و غبار روز گذشته نیز سبب تعطیلی مدارس و ادارات برخی شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان شده بود. هواشناسی سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه گذشته با صدور اخطاریه‌ای خطاب به دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران این استان نسبت به وزش باد شدید توأم با گرد و غبار و شن‌های روان و یخبندان شبانه در نقاط شمالی و مرکزی و مواج شدن دریای عمان در جنوب استان هشدار داده بود. و حالا نرخ امروز سکه و ارز در بازار تهران. امروز دلار بدون تغییر نسبت به روز شنبه در بازار تهران 29440 ریال فروخته شد. پوند نیز بدون تغییر 48050 ریال به فروش رفت. و نرخ فروش یورو نیز بدون تغییر نسبت به روز شنبه 40300 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید هم با 50000 ریال افزایش نسبت به شنبه 8550000 ریال در بازار تهران معامله شد. و خبر آخر این که امروز اولین روز از فصل زمستان زادروز محمد نوری خواننده محبوب ایرانی است. محمد نوری متولد سال 1308 در تهران بود.
او موسیقی را زبانی جهانی می‌دانست و به همین دلیل با اقتباس و الهام از موسیقی کلاسیک غرب آثار خود را تنظیم می‌کرد. او برنده جایزه 50 سال صدای متفاوت و ماندگار در سال 78 از جشنواره مهر است و در سال 1385 به عنوان چهره ماندگار موسیقی ایران برگزیده شد. محمد نوری طی 5 دهه فعالیت هنری بیش از 300 قطعه آوازی اجرا کرد. شاید یکی از ماندگارترین و مهمترین ترانه های وی قطعه جان مریم باشد که آهنگ زیبای آن نیز از ساخته های خود نوری است. جان مریم چشماتو وا کن، سری بالا کن، در اومد خورشید، شد هوا سفید، وقت اون رسید که بریم به صحرا. وای نازنین مریم، وای ناز. جان مریم چشماتو وا کن، منو صدا کن، بشین ربونه، بریم از خونه، شونه به شونه، به یاد اون روزها. وای نازنین مریم، وای نازنین. باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، دلم زده جمعونه، دونه به دونه، دل نمیدونه چه کنه با این غم. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. سپاس ویژه از همراهی همه شما عزیزان با این مجموعه خبری ایام بکام. شب و روزتان خوش.